حتی با انگیزه ترین و جاه طلب ترین افرادم گاهی برای رسیدن به اهدافشون به مشکل برمیخورن و بی‌حوصله میشن. خبر خوب اینه که تو اغلب اوقات خودمون میتونیم علت رکودمون رو بفهمیم. خبر خوب بعدی هم اینه که راههایی هم برای خلاص شدن از شر رکود و برای ایجاد انگیزه وجود داره. سلام و درود میگم. سیاوش پاکزاد هستم و به واو ساکسس خوش اومدین. تو این برنامه 6 راه برای ایجاد انگیزه رو بررسی میکنیم که میتونه به راحتی تنبلی و بی‌حوصلگیتون رو دور بزنه. حالا میریم سراغ این 6 راه حل. راه حل اول، علت رکودتون رو پیدا کنید. علل بروز رکود در زندگی شما ممکنه یکی از این موارد باشه. 1. از انجام کاری که میدونید مجبور به انجام اون هستین میترسین. انجام این کار رو به تعویق میندازین چون در حقیقت از اون کار خوشتون نمیاد. 2. خسته این. جای غذای خوب و خواب کافی و ورزش تو زندگی شما خالیه، یا اینکه بیمارید و حال و روز درست و حسابی ندارین. 3. اعتماد به نفس شما پایینه. می ترسین از منطقه آسایشتون خارج بشین و خودتونو به چالش بکشین. 4. وسط انجام یه پروژه این. از اون پروژه هایی که اول برای انجامش هیجان داشتین ولی حالا که به سخت‌ترین قسمت یعنی وسط پروژه رسیدین، هیجانتون رو از دست دادین و هنوز تا رسیدن به ته پروژه راه زیادی در پیش دارین. اگه علت اصلی رکودتون رو بدونین، میشه گفت نصف راه حل رو دارین. از قدیم گفتن تا صورت مسئله رو درست نفهمید، پیدا کردن جواب غیر ممکنه. راهکار دوم، وقتی از انجام کاری میترسین، طوری برنامه ریزی کنین که نتونین از زیر انجام دادنش در برین. مثلا فرض کنید که تصمیم میگیرید صبحا ورزش کنید. برای اینکه بتونید به نفس امارتون غلبه کنید یا همون ندایی از زیر کار در رفتنتون، لباسای ورزش رو کنار تخت خوابتون بذارید تا صبح کله سحر که بیدار شدید با لباساتون چشم تو چشم بشید. برای محکم کاری با دوستاتون قرار بذارید تا تو باشگاه همدیگر رو ببینین. دوستی با یک آدم مسئولیت پذیر انگیزه رسیدن به موفقیت رو در شما بالا میبره. راهکار سوم، وقتی خسته این، مواظب سلامتیتون باشین. بعضی روزا به خودتون استراحت بدین. بعضی روزا ورزش کنین. بعضی روزا هم فقط با فاصله گرفتن از فضای کار و یک کمی هواخوری حالتون بهتر میشه. ببینین اخیراً عادتهای شما به چه صورتی بوده. آیا استراحت کافی داشتین؟ غذاها و نوشیدنیهای سالم مصرف کردین؟ به تازگی مبتلا به بیماری خاصی شدید که باعث بشه احساس کسالت کنین؟ دقت کنین که در این مدت اخیر چطور از بدنتون مراقبت کردین؟ توجه به حفظ سلامتی میتونه در عبور از رکود و ایجاد انگیزه به شما کمک کنه. انجام هر کاری نیاز به توان بدنی و تمرکز داره. بدنتون قراره تو این کار بهتون کمک کنه. پس حواشو داشته باشین. عقل سالم در بدن سالمه. راهکار چهارم، هر وقت احساس کمبود اعتماد به نفس کردین، به این فکر کنین که چرا به توانایی هاتون شک دارین؟ آیا با افکار منفی دست به یقین؟ یه اتفاق یا اظهار نظر منفی به تازگی زندگی رو براتون زهرمار کرده؟ خودتون رو با بقیه آدم ها مقایسه میکنین؟ وقتی افکار منفی از سر و کول مغزتون بالا میرن، پیش خودتون از خودتون تعریف و تمجید کنید. یا یک کمی به خودتون استراحت بدید و سعی کنید از زندگی لذت ببرید. بد نیست اینو بدونید که درجه اعتماد به نفستون که پایین بیاد، انگیزتون هم خاموش میشه. باید هر روز اعتماد به نفستون رو تقویت کنین. این هر روز براتون الزامیه چون باعث ایجاد انگیزه در شما میشه. مردم اغلب میگن انگیزه ها دووم ندارن. خب اثر حمام هم موندگار نیست. به همین دلیل توصیه میشه روزانه دوش بگیرین. قبل از ادامه برنامه، اگر تو اینجا با ما همراه بودید و این برنامه براتون مفید بوده، حتما این برنامه رو با یکی از دوستانتون به اشتراک بگذارید. و جدا از اون، اگر هنوز در کانال سابسکرایب نکردید، همین حالا این کار رو انجام بدید. حالا میریم سراغ راهکار پنجم. یعنی وقتی به میانه راه رسیدید، ثابت قدم بمونید. و
وقتی برنامه ریزی می کنید که به هدفی معین برسید، معمولاً اول راه، حفظ انگیزه و حرکت رو به جلو کار ساده ایه. در ابتدای راه وقتی به نتایج نهایی کار فکر می کنید، شور و شوق و افکار مثبت به ذهنتون میان. در انتهای راه هم حفظ انگیزه کار بسیار آسونیه. وقتی به انتهای راه نزدیک میشید، دیدن نقطه پایان شما را هیجان زده میکنه و باعث حرکت رو به جلو میشه. به نظر من میانه راه سخت ترین قسمت راهه. تو میانه راه اگرچه هیجان اولی از بین رفته، اما هنوز برای رسیدن به هدف نهایی راه زیادی باید رفت. تازه وسط راهی که شما میفهمین برای اتمام راه چقدر زحمت و زمان نیاز دارید. تو این وضعیت ناامید میشید و گاه و بیگاه برای خارج شدن از ناحیه آسودگی و حرکت رو به جلو به مشکل برمیخورین. وسط راه به این فکر کنید که از اول اصلا چرا وارد این راه شدید؟ علل شخصی، منطقی و مهمی که باعث شدن بخواید به این هدف برسید چی بودن؟ اغلب به یاد آوردن همین چراها به ما کمک میکنن وقتی دچار رخوت میشیم بار دیگه انگیزه بگیریم. تو این وضعیت به این حرف کنفوسیوس فیلسوف چینی فکر کنید. مهم نیست چقدر کند حرکت میکنید. مهم اینه که از حرکت کردن باز نیستید. وقتی به وسط راه رسیدید به حرکت رو به جلو ادامه بدید. خودتون رو متعهد کنید که در روز برای رسیدن به هدفتون کاری هرچند کوچیک انجام بدید. حالا میریم سراغ راهکار ششم. یعنی به یاد داشته باشید که رکود تا ابد ادامه نداره و بلافاصله برای رهایی از رکود اقدام کنید. با قدم‌های کوچیک شروع به حرکت به سمت هدفتون کنید. به یاد داشته باشید که استقامت و استواری میتونه شانس رسیدن شما به موفقیت رو چندین برابر کنه. یادتون باشه راه رسیدن به موفقیت پر از پستی بلندیه. حرکت رو به جلو در شرایطی که انگیزتون از دست دادید کمک میکنه تا به ترساتون غلبه کنید. از منطقه آسایش خارج بشید و افکار منفی رو از خودتون دور کنید. هر قدمی که تو این شرایط سخت به سمت جلو برمیدارید کمکتون میکنه تا حس اعتماد و توانمندی در شما تقویت بشه. مثل موشکی که شما رو به سمت خروج از رکود هل میده. در انتها باید بگم هر وقت تو زندگی برای رسیدن به هدفی برنامه ریزی کنید قطعاً با مشکلات و سختی‌های روبرو میشید. این مشکلات و سختی‌ها باعث میشن انگیزتون رو از دست بدید و با سر وارد رکود و رخوت بشید. تو این شرایط غلبه بر مشکلات و تلاش برای خروج از رکود کمک میکنه تا به موفقیت بلند مدتتون نزدیک و نزدیکتر بشید. وقتی بفهمید که میشه تو روزای بد و سختم انگیزه داشت، میفهمید که در آینده با مشکلات سخت‌تر چطور باید دست و پنجه نرم کنید. هر آدمی تو دوره‌ای از زندگی دچار رکود میشه، این عادیه. درک علت از دست دادن انگیزه و اقدام برای رهایی هر چه سریع‌تر از شر این رکود کمک میکنه تا به موفقیت‌های بزرگی که در انتظار شما هستن برسید. موفقیت‌هایی که حق این همه تلاش و سخت‌کوشی شماست. یادتون نره که این برنامه رو با دوستای سخت کوش و روبه رشدتون به اشتراک بگذارید. برای فهمیدن راز جاودانه‌ای که هیچ کس به شما نمیگه، بهتون پیشنهاد میکنم حتما این برنامه متفاوت رو ببینید. یادت باشه، صبر نکن. هیچ وقت زمان مناسب نمیرسه. از همون جایی که هستی فوری شروع کن. با هر ابزاری که در دست داری شروع کن. ابزارای بهتر در بین راه درست میشن. پیروز و سلامت و سربلند باشید.